بسم الله الرحمن الرحیم. بنده افتخار دارم که امروز به نمایندگی از هزاران تن از فرزندان غیور و شکست ناپذیر این مرز و بوم از سنگر توسعه و تولید بالادستی نفت در این نشست حاضر بوده تا پیام شکوفایی و باور ملی را در مسیر توسعه میدان مشترک نفتی آذر واقع در شهرستان مهران به عنوان یکی از بارزترین نمادهای اقتدار ملی به استحضار برسانم. سالها پس از حماسه‌های دفاع مقدس در این سرزمین، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به ایران آمدند تا سخت‌ترین و پیچیده‌ترین میدان نفتی قاره آسیا را که تصور می‌کردند با توان و تخصص امکانات داخلی کشور به تولید رساندن آن محال بوده است، برای ما توسعه دهند. اما به بهانه‌های تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی پای کار نیامدند و رفتند تا این میدان مشترک را در سوی عراقی آن توسعه دهند. در آن شرایط وزارت نفت با تصمیمی شجاعانه توسعه میدان چالش برانگیز را به کنسرسیوم تماماً ایرانی متشکل از صندوق‌های بازنشستگی نفت و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت واگذار و فصل نوینی را در صنعت نفت رقم زد و در اوج ناباوری جامعه جهانی فرزندان ایران قوی توانستند با بهره برداری از دانش و توان بومی در بی‌سابقه ترین عملیات توسعه بالادستی در تاریخ صنعت نفت افتخار بزرگی را برای ملت ایران برمغان آورند. از شاخص‌های صعوبت توسعه میدان نفتی آذر که در زمره میادین پرفشار و دمای بالا طبقه بندی می‌گردد، می‌توان به اسیدی بودن تولید آن که 16 برابر اسیدی‌تر از میدان عظیم پارس جنوبی است اشاره نمود. علی‌رغم خاصیت بالای اسیدی و ضرورت استفاده از تجهیزات خاص، از 75% توان ساخت داخل کشور جهت تکمیل طرح استفاده گردیده است. از سوی دیگر به طور معمول زمان عملیات حفر یک چاه در سایر میادین معادل 90 تا 120 روز می باشد، در حالی که این زمان در میدان آذر به صورت میانگین 430 روز بوده و بیشترین میزان عملیات حفاری رکورد شده به زمان بیش از 800 روز رسیده است. در رقابت با کنسرسیوم شرکت‌های خارجی آن سوی میدان بر تمام مشکلات فائق و با صرف هزینه تقریبی 1.4 میلیارد یورو تاکنون بالغ بر 2.8 میلیارد یورو درآمد ارزی برای کشور حاصل گردیده است که با استمرار فعالیت‌های توسعه‌ای و تولیدی این میدان و با تکمیل پروژه‌های زنجیره ارزش پایین دستی در شهرستان دهلوران، این سرمایه ملی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور گرداند. در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، پیمانکار توسعه دهنده با رویکرد کمک به بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای محلی با واگذاری بیش از 3000 میلیارد ریال قرارداد به پیمانکاران بومی، رونق اقتصادی در شهر حماسه آفرین مهران را شکل داده. همچنین در حوزه اشتغال، از نعمت فعالیت سرمایه‌های استان ایلام در فاز توسعه بیش از 60% و در حال حاضر در فاز بهره برداری بیش از 70% از حضور جوانان بومی بهره مند گردیده ایم. در دستاوردهای مدیریتی، افزون بر پیاده سازی استانداردهای فنی و مهندسی معمول، در بهره گیری از روش‌های نوین مدیریت پروژه در سطحی گسترده تلاش‌های وافری صورت گرفت. در حاضر با شرکت در فرایند جایزه جهانی مؤسسه بین‌المللی IPMA برای اولین بار توسط یک شرکت ایرانی و در مهمترین قسمت جایزه در بخش مدیریت ابر پروژه‌ها جایزه طلا را از آن خود نمود و این اتفاق موجب شد تا در کنار دیگر دستاوردهای توسعه و تولید منحصر به فرد این میدان، چهره جدیدی از توان مدیریتی فرزندان ایران به رخ جهانیان کشیده شود. در سالهای اخیر با تاکیدهای مکرر حضرت عالی بر لزوم رشد شاخصهای تولیدی کشور، فرزندان شما در صنعت نفت از میدان پرچالشی که در نظر توسعه دهندگان خارجی تولید حتی یک بشکه نفت از آن محال بود را به نتیجه رسانده و تا کنون بالغ بر 50 میلیون بشکه نفت از این میدان را صادر نمودند. در پایان به عرض می‌رساند در چشمانداز پیش رو در صنایع بالادستی نفت جهت تحقق افزایش 1 میلیون بشکه نفت در روز نسبت به توان تولید فعلی، در حال حاضر 17 شرکت اکتشاف و تولید ایرانی در حوزه بالادست نفت با قدرت می توانند در مسیر توسعه نقش‌آفرینی نمایند و بسا اینکه با تجمیع توان مهندسی از تجربیات شبیه آذر در مسیر صدور خدمات مهندسی مؤثر و سهیم باشند. لذا در صورت دستور مقام عظمای ولایت به رفع برخی از موانع و چالش‌ها که به تفصیل به دفتر گروه اقتصادی حضرت عالی تقدیم گردیده است،
مسیر توسعه بالادست میسر و دست یافتنی خواهد بود ان شاء الله. و سلام علیکم و رحمت الله.